بردارها یکی از پرکاربردترین ابزارهای ریاضی هستند که ما هم در آر از اونها زیاد استفاده میکنیم. یک روش ساده برای ایجاد بردار در آر استفاده از تابع آر هست. فرض کنید که من بردار D1 رو میخوام به این ترتیب تعریف کنم که مجموعه ای از اعداد صحیح 1 تا 5 هست. از تابع C به این ترتیب استفاده میکنم. 1، 2، 3، 4 و 5. اگر این دستور رو اجرا کنم تا بردار D1 تخصیص داده میشه و اگر D1 رو فراخوانی کنم میبینید که عدد 1 تا 5 رو به عنوان مقادیر بردار D1 برای من در اینجا به نمایش در میاره. همطوری که میبینید در این پنجره هم مقدار در واقع متغیر برداری D1 تعریف شده و مقادیرش هم به شکل متناظر نشون داده میشه. حالا فرض کنید من بردار D2 رو به این ترتیب تعریف میکنم که شامل اعداد 6، 7 و 8 است. دوباره از تابع C استفاده میکنم. داخل 6، 7 و 8 رو تایپ میکنم. و این دستور رو اجرا میکنم. بردار D2 رو فراخوانی میکنم و میبینید که مقادیرش ایجاد شد. حالا بردار D3 رو میخواهم از به هم چسباندن بردارهای D1 و D2 به دست بیارم. این ترتیب دوباره میتونم از تابع C استفاده کنم به شکل C D1 و D2. اگر بردار D3 رو فراخوانی کنم میبینید که بردار D3 دارای 8 عضو هست که 5 عضو اولش همون اعضای D1 هستن و 3 عضو آخرش هم اعضای D2 هستن. اما همیشه بردارها ممکنه که اعضای تشکیل دهندهشون اعداد حقیقی نباشن، ممکنه کاراکتر باشن. برای مثال بردار D4 رو اینطور تعریف میکنم که از برداری است که از 3 تا اسم تشکیل شده. این اسامی رو من داخل گیومه قرار میدم. علی، بابک و سارا. به این ترتیب بردار D4 رو اینجا من یه اشکال داشتم. بعد ویرگول باشه، نقطه بوده. دوباره دستور رو اجرا میکنم و بردار D4 تشکیل میشه. اگر D4 رو فراخوانی کنم میبینید که عناصر تشکیل دهندهش این 3 اسم هست. اما عناصر تشکیل دهنده یک بردار میتونه در واقع کلاس های منطقی باشه. بردار D5 تشکیل شده است از گزاره منطقی صحیح یا ترو و غلط یا فالس. بردار D5 رو تعریف میکنم و وقتی D5 رو اجرا میکنی میبینی که گزاره های ترو و فالس رو به من میده. اما روش های دیگری هم برای ایجاد بردار وجود داره که من به چند تا دیگه در این بخش اشاره میکنم. عملگر دو نقطه به شما اجازه میده که یک سری از اعداد صحیح رو تولید کنید. برای مثال فرض کنید من بردار D6 رو به این ترتیب تعریف میکنم که سری اعداد صحیح از 1 تا 10 هست. به این ترتیب 1، 2 تا 10 رو می نویسم، کد رو اجرا میکنم و اگر D6 رو فراخوانی کنم میبینید که D6 برداری است که اعضای اون اعداد صحیح 1 تا 10 هستش. اگر بخوام سری اعداد 1 تا 10 رو با شروع از 1 و با فاصله 2 تا 2 تا به بردار جدیدی تخصیص بدم از تابع سیکونس یا SEQ استفاده میکنم. به این ترتیب که D7 برابر هست با SEQ
1.10 به این معنی است که قراره از بین اعداد 1 تا 10 انتخاب بشه. با چه فاصله ای؟ این رو با بای مساوی 2 بهش اختصاص میدم تا متوجه بشه که این اعداد رو با فاصله 2 تا 2 تا انتخاب کنه و شروع هم از 1 هست. اگر این کد رو اجرا کنم و D7 رو فراخوانی کنم میبینید که از 1 شروع شده و هر اعضای عضو بعدی با 2 فاصله از عضو قبلی هست تا اینکه به عدد 9 برسه. اگر بخوایم که اعداد سری اعداد 1 تا 10 دوباره با شروع از 1 رو در قالب یک برداری که 4 تا مؤلفه داشته باشه از بین این اعداد سری 1 تا 10 انتخاب کنم، دوباره تابع سیکونس رو میتونم به شکل دیگری استفاده کنم. به این ترتیب که D8 تعریف میشه SEQ 1 تا 10. این بار من میگم که طول این تابع باید 4 باشه. به این معنی است که تعداد مؤلفه های این بردار 4 هستش. و اگر D8 رو فراخوانی کنم میبینید که 1, 4, 7 و 10 مشخص شده. حالا بیایید امتحان بکنید که اگر طول بردار رو 5 تعریف کنم چه اتفاقی میفته. D9 رو به این ترتیب تعریف میکنم که سیکونس اعداد 1 تا 10 هست و طول این تابع قراره که 5 باشه. و اگر D9 رو نگاه کنید میبینید که عدد 1 تا 10 در ابتدا و انتها فیکس شدن و طوری عدد بقیه مؤلفه های D9 تعریف شدن که طول این بردار 5 بشه. همینطور این امکان وجود داره که به راحتی بتونید برداری از مجموعه اعضای تکراری تعریف کنید. برای این منظور از تابع repetition میتونیم استفاده کنیم. پس من بردار D10 رو میخوام برداری تعریف کنم که 5 بار 1 در اون تکرار شده. تابع repetition به صورت REP هست، پرانتز باز، عدد 1 میشه اون عددی که قرار تکرار بشه و 5 میشه تعداد تکرار. اگر D10 رو دوباره فراخوانی کنم میبینید که 5 بار عدد 1 تکرار میشه. اگه بخوام سری اعداد 1 تا 3 5 بار تکرار شه و اون رو در برداری مثل D11 قرار بدم، دوباره میتونم از تابع repetition استفاده کنم به این ترتیب که اعداد 1 تا 3 رو، اینجا من از عملگر دو نقطه استفاده کردم، 5 بار قرار تکرار بکنم. به این ترتیب بردار D11 تعریف شده. اگر فراخوانی کنم میبینید که D11 عناصرش به این ترتیب هست، 1, 2, 3, 1, 2, 3 به تعداد 5 بار. شما میتونید که با استفاده از تابع لینکس طول بردار رو محاسبه کنید. فرض کنید من میخوام طول بردار D11 رو محاسبه کنم. طول بردار D11 15 هست، یعنی این بردار 15 تا عضو داره یا مؤلفه داره. این امکان وجود داره که شما یک مؤلفه یا یک عضو بردار رو فراخوانی کنید. فرض کنید که من میخوام عضو چهارم، فرضاً عضو چهارم بردار D11 رو فراخوانی کنم. و این منظور جلوی بردار D11 علامت کروشه میذارم و اون عضو رو که میخوام فراخوانی کنم مینویسم عضو چهارم بردار D11 که 1 هست. اگه خاطرتون باشه بردار D11 در اینجا هم مشخصه.
15 تا عضو داره، یک سری اعداد 1, 2, 3 تکرار می‌شدن. بنابراین اینجا عضو چهارم 1 است. این امکان وجود داره همزمان چندین عضو رو فراخوانی کنید. فرض کنید که من می‌خوام عضو سوم و چهارم فراخوانی شه. دوباره کروشا رو باز می‌کنم، از تابع سی استفاده می‌کنم. و داخل تابع سی 3 و 4 قرار میدم. به این ترتیب عضو سوم و چهارم که عدد 3 و 1 هستن فراخوانی میشه. تابع دیگه که من دوست دارم در این ارتباط براتون معرفی کنم تابع سورت هست. این تابع برای مرتب سازی استفاده میشه. اگر بخوایم اعضای بردار D11 رو بر حسب بزرگ به کوچیک مرتب کنیم، به این ترتیب از تابع سورت استفاده میکنیم. اولا اون برداری که قرار سورت بشه را در درایه اول مینویسم و بعد اینجا مشخص میکنم که آیا به صورت کوچیک به بزرگ قرار مرتب سازی بشه یا به صورت بزرگ به کوچیک قرار مرتب سازی بشه. اگر دیکریزینگ رو مساوی ترو قرار بدم، بزرگ به کوچیک بردار D11 مرتب سازی میشه. همطور که میبینید بردار D11 از 3, 2, 1 مرتب سازی شد. اگر برعکس بردار D11 رو بخوام از کوچک به بزرگ مرتب سازی کنم، مقدار دیکریسینگ رو مساوی فالس قرار میدم. به این ترتیب این بردار از کوچک به بزرگ مرتب سازی میشه.